اوه با چیز کوروش، چه جواله دستشون چیز کوروشه. واه چه دیو داره میکنه، داره رقص مایکل جکسون رو چلی میزنه. آره برو بالا، دقیقا زیبا زیبا جان. سلام، خوش اومدید در می گیم شو و یه قسمت زیبا لذت بخش و عالی دیگه از بازی پرنس آف پرشا The Lost Crown که واقعا بچه ها میخوام اعتراف کنم بازیش بسیار بسیار فراتر از انتظارم عمل کرده. اصلا واقعا شاید یه بخشش این فارسی بودنش باشه که دارم حال میکنم، ولی حتی اگر فارسی نبود با همین قدرت ادامهش میدادم و واقعا بازی خوبی ساختم. بچه ها من دارم رسانه‌های آمریکایی رو نگاه میکنم، اونا به خاطر زبان فارسی از این بازی خوششون نیومده و اکثرا پلات دارن میکنن، میگن چقدر ایده‌های خوبی تونسته چیز کنه، یک بازی سرهم بندی شده نیست. بنابراین بدونید که با بازی خیلی خوب طرفیم، درخور نام پرنس آف پرشیا، بازی که یوبیسافت رو ساخت، فراموش نکنید بچه ها. اما توی این قسمت، تو قسمت قبلی یه قدرت جدید داشتیم که میتونیم قدرت‌های دیگر رو با یه دونه دایره اینجوری بخوریم و بریم استفادهش میکنیم جای دیگه. حالا این هم پیداش کردیم. اینجای مپیم رفتیم قدرت رو به دست آوردیم. ما بایستی سه تا قدرت به دست بریم که بتونیم از اینجا وارد این پایینه که چیز شنهای زمانه هست بشیم. نوشته قدرت زمان جدید پیدا کن. من معتقدم برگردیم اینجا، شاید این بتونه به اون چیزایی بگه. بریم اینجا بذار بذارم. خب بچه ها برگشتیم اینجا پیش دوست عزیزمون. حالا به ما این قدرت رو نزدم که اینو بزنیم، درسته؟ بنابراین برای قدرت جدید به دست آوردیم که بتونیم این بریه رو فکر کنم بتونیم بزنیم. دقیقا ببین اینو برم داریم میخوریم، حالا باید بریم بالا احتمال اونو بزنیم بهمون بگه که باید چیکار کنیم. حمله شارژ کنه خواهد. خب حالا این باید بهمون بهتمانم بگه که ما جای بعدی که باید بریم کجاست. میگی؟ نمیگه. خب بچه هر وقت که نمیدونیم باید چیکار کنه میای پیش فریبا ازش پرسیم به اون بگه. سلام سارگوی. سلام. راهنمای آخر رو تکرار کن. این دفعه داری دنبال چی میگردی؟ من باید برم تو چاه شنهای ابدی. من ورودیشو دیدم. سیمرغ هزاران ساله که اون مسیر رو با چنگالاش مسدود کرده. این یکی از محدود مکانایی که موفق نشدم بهش ورود کنم. باید راهی برای شکستن مهر و مومای جادویی با قدرت‌های پر سیمرغ باشه. خب ما پر سیمرغ هم این قدرتی که داریم. الانش هم چند تایی پیدا کردم. آها. پس خوبه. میدونم یکیشون تو مخفی‌ترین مکان ممکن، آرشیو مقدس وجود داره. خب ما تو آرشیو مقدس چیزی پیدا نکردیم. ما یه جای دیگه اون تلپورت رو فکر کنم پیدا کردیم. تو آرشیو مقدس رفتیم بالا. بذار حالا اونجا چندین پیچ و خم وجود داره. باید واقعا مغز خودتو به کار بندازی. تازه اون دیوونه که هیچ وقت بی خیال نمیشم هست. خب آره. یه پر دیگه هم دیدم. تو عمیق ترین اینو تو قسمت قبلی به دست آوردی. آره. میتونی از طریق یه راه مخفی در انتهای بندر غرق شده به اونجا به جنگل قبلا خیلی آروم بود. تا این که اون زن عجیب از راه رسید و همه چیزو به فساد کشون. حسابش رسیدم. نمیدونم کدوم قرارو داری، ولی امیدوارم بهت کمک کنی. خب پس ببین بهمون نگفت گزینه دیگه ای رو. پس ما یه جایی الان ما جنگل به دست آوردیم دیگه. عموما فکر کنم اومدیم پر رو اینجا به دست آوردیم دیگه. خب یه ایده ای دارم. اینجا یه چیزی بود که فقط با اون قدرت ویژه میشد بریم داخلش. میایم سفر میکنیم به اینجا. خب اومدیم اینجا، اگه یادتون باشه اینجا ما بایستی بریم پایین. خب اینجا رو نمیتونستیم بریم اون موقع، حالا میتونیم بریم. بله اونجا راه جدیده، دقیقا راهش اینجا. یادداشتی سنجاق شده به سنگی به شکل چشم، زندانبان نمیتونه ببینه. بصیرت کلیده. زندانبان نمیتونه ببینه. بصیرت کلیده یعنی چی؟ معبد دونش. به معنی اگه روی اینم وایسی به کاره میتونه بکنیم. پایین هم میتونیم بریم. اول این پایین. خب یه راز دیگه. کتیبه. خطی مستقیم باعث میشه یک سفر بدون حادثه داشته باشی.
جاده ای رو که کمتر ازش سفر شده امتحان کن. خطی مستقیم باعث میشه یک سفر بدون آدرس بشه. یعنی چی؟ جاده که کمترین استفاده شده باشه، یعنی شاید جلوتره بتونیم. اینجا که بسته است پایین تر نمیتونیم بریم. میزنیم بره بالا. پایین یک هزار و یک شب شماری بیمعنی. چی؟ یک هزار و یک شب شماری بیمعنیه یعنی چی؟ اینجا رو باز کردیم. خوبه؟ اینجا همونجا بود که رسیده بودیم خودمون قبلا. اینجا نیست. بزنیم میریم بالا. اون بالاتر هم میتونیم بریم. بیا بالا. دو شاهزاده جاویدان. بله. خب حالا اینو برگردون بالا. راه مستقیم منظورش نمیفهم چیه، ولی دیگه باید بریم ببینیم چیه دیگه. ازش این دفعه برو بالا. اینجا دقیقا همون قرآن که دنبالش رو میخواد به اون بده. بله بعدا به دستش میرم میتونیم اینا رو انجام بده. یکم وایسا تا میخواست خاموش بشه. برو روی این حالا بپر بزن. اوه با چیز کوروش. چه جالب، دستشون چیز کوروشه. یه ببینم چرا منشور صلح کوروشو براشتی کارهای زشت باشه انجام میده. با نهی با اون یه چه قویه. وایس اونجا یه چیزیه. نه رو چرا میری جلو؟ برو اونو بزن. وای بساطه. خب این دیگه اینجوری. وای بازیکن حرفه‌ای عمل میکنه برای یه پول، برای اندکی پول این همه سختی میکشه. باز کن. وای حالا اینجا اینجوریه. اینجا چیزیه؟ نه مرحبا شایر. چقدر جالب، چه تکنیک جالبی. خب اون مراتر ندارم. نه اون اصلا اشتباه بره اونجا. گفته بود راه بدون خطر رو انتخاب کن. چه فرق کنه همش با خطره دیگه. حالا بس ببینیم اینجا قدرت به اون میده. خلق کردن مقاومته. یعنی چی؟ خب حالا مثل اون چیزا بوده نگاهش میکردیم.
خیلی جالبه. کت پایین همتون بزنه بای دفاع کن لرد. خب برگشتم ولی اینجا نریم، بریم حالا این درخت رو بزنیم که نکنم این همه رو از اون پایین بیان بالا. این ولی باشو. خب زدم دیگه. خب آی نچخ خوبه اینو بزن. خیلی هوشمندانه است، هم با اون چیزا خیلی هوشمندانه بود. اینجا نوشته است هم پله ها هوشمند همیم. تومار مهارت داریوش شاه در هنر دیپلماسی به گونه ای بود که از بسیار از مهاجمان شریک تجاری می ساخت. پادشاه به خوبی می دونست کسانی هستند که هرگز نمیشه به اونا اعتماد کرد. اون به خاطر صلح و آسایش مردم شهرش گارد خودش رو باز می کرد. با دشمنش هم کنار می باید. یعنی جای چی نیست؟ اینجا چیه؟ بابا زد پوزه بازیکن رو به خاک میماله. بله شمش طلا به دست آوریم، شمش سوریایی به دست آوریم. خب بهم گفته بود راه صاف رو بگیر از راه کده. یکی داره آواز بخونه. خاطرات کیمیاگر، یادداشت اول، روز 13. وضعیت تحقیق لو رفته. دیروز پیشرفت چشمگیری داشتم. تنها چیزی که بهش نیاز داشتم برداشتن آترا از درخت واک واک بود تا اون رو به پروژه خودم اضافه کنم. ولی وقتی این کار رو انجام بدم آشفتگی و قرش شوکی عظیم رو حس کردم که تو استخونها و روحم تنین انداز شد. به عنوان یک مرد اهل علم اجازه ندادم این مسئله من را از انجام آزمایش های بیشتر دور نگه داره. ولی از اون به بعد هرچی بیشتر دم کرده رو مخلوط میکنم مایعات همگن قبلی دوباره ناهمگن میشن. انگار یعنی اونایی که با هم ترکیب میشنن دوباره نمیشن ترکیب، انگار که اونا رو برعکس مخلوط کردم. تمام کارهای این هفته گذشته پوچ شدن انگار. من نمیتونم این کارو کنم، اینطوری کار کنم. باید سوال بپرسم. شرط مندم که همه چیز برمیگرده به اون پدیده عجیب و غریب قبل. خوشبختانه بهش گفتم از مخلوطهایی که از اون زمان تا به حال داشتم دست نزدم و همشون دست نخوره باقی موندن. سالهای زیادی که صرف این کار شده نباید هدر بره. یک کیمیاگری داشته آترا رو از درخت واک واک میکشیده بیرون، یه دفعه دستش در میره آلودگی رو راه میندازه. باور کن داستانهای سولزی داد چه قلق. اینا هم دارم یاد میگیرم، تقریبا دارم یاد میگم چیه ماجراش.
این چیه؟ این چکاش فهم کردیم؟ آه بسنه واه یارو رو برشتیم؟ پرتش کن جلو این قضیه ایست چیم یارو پودرش کن برفی بیادر مادر رو دقیقا خب الان به چرخم سمت اون گوه میشه توش بای خب چجوری این داره آواز میخونه بابا ابو عطا هم داره میره بیچاره شاید باید یه استفاده از این بکنیم یه چیزیه اینا این هم خوب شد دیدیمش آخرین روز کاری خطاب به وزیر ساخت و ساز به اندازه کافی کشیدم این شرایط کاری یه کابوس مطلقه و من دیگه نمیتونم اینطور ادامه بدم فقط همین هفته 21 کارگر و سرکارگر وفادار عزیزم هرمز رو از دست دادم 21 یعنی چی؟ آه یعنی سرکارگرش هم اسمش هرمز بوده چی باید به همسراشون بگم؟ به بچه هاشون خدا به قلبای کوچیکشون رحم کنه ببین من متوجهم که مریم معمار سری تو سرا داره و حتی خود شاه داریوش هم معماری اونو خیلی میپسنده ولی ساختن این طلاهای مرگ و اسباب بازی های مرگبار دیگه بسه من نمیتونم فقط چون مریم اینطور میگه به ساختن این سازهای مزخرف در اطراف کوه قاف ادامه بدم بذار راجع به دیروز صحبت کنیم یکی از کارگرها از یک تکه چوب آویزون شده بود نه یکی بلکه دو نفر تو دالونی که انتهاش به حمام اسید میرسید گیر افتادن آخه واقعا کی تو قلعه حمام اسید کار میذاره و حتی نمیخوام راجع به مردی که یک چشمش یا بذار اینطور بگم نصف صورتش رو از دست داد حرف بزنم و این حتی نصف میانبرهایی که مجبور شدیم برای ساخت اون هیولا همون بالابر مرگ بسازیم هم نیست خب یه هیولا داریم به اسم بالابر مرگ میگه این دازه نصف میانبرهای اونه مطمئنا شاه داریوش نامش تا ابد گرامی باد به مریم معمار آزادی و هنری کامل بخشته ولی این معمار دیوونه نمیتونه به طراحی نقشه‌ای که باعث مرگ کارگران من میشه ادامه بده واقعا به من حق بدین میدونی که من همیشه خدمتگزار وفادار به پادشاه بودم درست مثل پدر و پدر بزرگم اما این مسئله جناب وزیر شور این ماجرا دیگه در اومده من به ته خط رسیدم فردا آخرین روز کاری منه این نهار رو به عنوان استعفای من در نظر بگیره ارادتمند آرمان مهندس سابق سلطنتی حساب گروه سنگی 4 ساعت کنده کاری کنه یارو وای نگاه کن آسانسورا رو چه دیو داریم کنه داره رقص مایکل جکسون رو چرا میزنه خب الان چیکار کنیم خب وقتی میگه تیر رو پر کن یعنی این تیره باید یه کاری انجام بده اینجا میدونی تیر باید اینجا یه کاری انجام بده این میتونه بره بخوره با اون آه. همدیگر رو بزنید این رو نمیشه بخوریم چرا اون آدم من میشه وقتی میارمش بیرون برو با اون بجن آه همدیگر رو بخوشید اون تا یه چند لحظه آدم منه آره جفتشون رو پر کن پایین نمورد عین اومد
انتظارش هم بمیرید لعنتی ها. صداش هی داره زنانه تر میشه، میگه هی به اون داره میگه، میگه راه کج و کوله نرو. اون گفته بود دیگه، گفته اون راه صافو بگی برو. تیرانو برا اینجا رو برای یه جوری باز کنیم. اینجا یه دونه دیگه از اون زناست. تربیت ببین ببین وا اینا زده گولند چه قضیه چه نمیرن. آره بس همونجا گیر کنم. خب میگرش تا اینا تا بپر روی این خب این زنه رو با تیرکمون چه زدش؟ نه صدا برای چیه؟ خب الان این کشتمش چی شد؟ دیگه اونا رو نمیتونه تقویت کنه. حالا یادم اومد قضیه چی؟ اونا رو تقویت این زنه داشت تقویت میکرد. نه حالا پولاش میاد برای ما. اینو فهمیدم چیه ماجراش. زیبا. خب اینجا که نمیتونیم، اینجا یه چیزیه. اینجوری بهش کنمش بهتره. اوه واه خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. مثلا اینا تو هیچ بازی هیچ که به مخش این حرکتها رو نرسیده بوده خدایش. به نظر من مثلا اینا رو میدونم، اینا مال بازی همین چی بود اسمش، یه بچه کوچیک بود تو کوه ها میرفت بالا، مثلا اونه اینا. خب سیلست، اونایی که اینجوری چپ و راست کنیم مثل سیلسته. وای نه بابا مثلا اینو من تقویتش کرده بودم. برش کن برش کن برش کن برش کن برش کن برش کن. خب اینا رو بخور جنون پر شکم. حالا مسئله اینجاست که بعد اون بیاد بعد من برم روش فکر کنم. آره آره برو بالا. دقیقا زیبا زیبا نگو که زیبا نیست. الان اینجا رو برای خودمون باز کردیم. بمیرم از همینجا میاد. خب اینو قدرت چون ندارم، ما یه قدرت داریم که اینو بزنیم بزنیم برگردیم بالا. آها مدار رو باید از هوش و ذکاوت استفاده کنی. بهمون گفته بود از هوش و ذکاوت استفاده کن. حالا دوباره خیلی زیباز، خیلی خیلی زیبا و ذکاوت مندان است. خیلی کیف کردم، خیلی کیف کردم. جونو بزن. حالا اینجا باز شد دیگه. حالا همین روبرو رو نگاه کن تا ببینم اینجا چیه. برو بالا ببینم اینجا به کجا میرسه. اوه اتاقهای مخفی. اگر خش بر خرد تو غلبه می کند، اگر هدفت به پارس خدمتی نمی کنه، از این درها عبور نکن. اگر اهریمن رو بیشتر از اهورامزدا گرامی میداری و سلاحت رو بیشتر از روحت، وارد این مکان مشو.
تعداد اندکی از انسان‌ها لایق پی بردن به اسراری که توی این مکان ازشون محافظت میشه هستن. آه بالا خب اومدیم پایین. به به آرت محیطو ببین. یعنی چی؟ خب ببینید چه قضیه. ببین من اینو میکشم یه در میره کنار، بعد اینو میکشم اون در پشتش میره کنار، این صحنه رو آهسته میکنه. حالا ولی میگم ترتیبشو نمیفهمم. الان شد. برو تموم. اون صحنه رو آهسته میکنه برای ما. خب حالا در بعدی باز شد. این دفعه چیه معمامون؟ این چی کار میکنه؟ اینو میاره جلو. خب ما باید خیلی جال. حالا بعد زمانم آهسته کنیم توی این خرد خری. وای پسر مخمون قرار پود شه. خب در مرحله اول میام اینجا روش نمیریم، اینو میزنیم، اینو نگه میداریم، یه چند ثانیه نگهش میداریم، میایم عقب حالا و اینو نگه میداریم، پنج ثانیه نهایی اینو ضبطش میکنیم. خب حالا توی دور دوم اینجا میذارم، وای میستم این اینو بزنه، اینو پنج ثانیه یه چند ثانیه نگهش میدارم، اینو برمیگردم عقب و اینو نگه میدارم. تو دور سوم میریم برای اجرا، اون نگاه کن میپره الان اونو میزنه. ما باید مراقب باشیم. تموم شد. تموم شد. خیلی هوشمندانه. ببین ضبط میکنه حرکاتتون رو. یه چند بار بعد انجام بدید. من تو یه بار انجام ندادم بچه‌ها. چند بار انجام بدید میتونید انجامش بدید. خب این چرا خاموش شد؟ حالا باز دوباره میخوایم یه چیز رو ضبط کنیم، ببینیم چیه. اونجا که پشت چیز هست این چیه؟ یکی خیلی طولانه خدایش. خب این دره باز میشه، پس ما بار اول که ضبط میکنیم بذار اینو بذارمش اینجا، اولش بذارمش اینجا که از همون پایین سریع بهش برسیم اگه بشه. برو بالا. آه نمیشه؟ نه. خب بذار بزنم برم. یعنی دقیقا باید با چه سرعتی من برسم به اون بالا؟ آه نمیشه. پس خودم سریع‌تر برم. این دفعه شد فکر کنم. بیا فروش. وای ببین خیلی باید سریع بریم، تا زدیم باید بریم. روش رفتیم، تمام شد. بیا اینجا بایسا، اینجا بایسا. وای از این زودتر نمیتونم بیام خداییش. رد شدم. این فقط سریع بعد رفتی، هیچ کار دیگه نمیشد بکنی. یا درستش کن. این دیگه قراره مخونه بریزه پایین، باور کن.
خب این چی کار میکنه؟ اون میاد بیرون. خب یعنی ما وقتی میفتیم پایین بایستی اونجا یه دونه همون چیزاش باشیم بریم بالا از دوباره. خب در اولین حرکت خیلی سریع میم روی این بایی میسیم تا رو شیش که اومد میایم کنار میایم این بر باره. این مرحله اول. در مرحله دوم رو از این استفاده میکنیم برای که برسیم بالا. شانسی بود. کاملا شانسی بود. خودم رو میدونم چیکار کردم. همونه. فقط باید ثانیه یه جوری شانسی بخوره شانستون. من با این خودم رو تو هوا نگه داشتم. اونجایی که زیر پام خالی شد با این خودم رو نگه داشتم. بعد یه اینجوری زدم. خب برای شما میتونید همین کارو بکنید. اون لحظه که باز میشه یعنی اون چیز میره تو شما با این خودتون نگه دارید بعد وقتی رد شید نگه دارم کار که گرمی واقعا میگم شانسی شد اتفاقی شد اصلا قصدم اون نبود. حالا اینجا رو من برم بیتون تو دیگه الان قامونن دیگه برو تو. آره قدرت جدید بخواد بده. باسپایتش همین بود. باسپایتش واقعا همین بود. عقل اونو به کار میداختیم. خیلی خوب بود ولی واقعا مخترکون بود. زیر کفشش یه علامت قلب نبود. بصیرت به سارگون اجازه میده تا به بعد موازی وارد بشه که باعث میشه عناصر مشخص از نظر مکانی ظاهر و پنهان بشن. برای عوض کردن بعد فعلی دکمه آر رو فشار بده. برای بازگشت به بعد اولیه دکمه آر رو دوباره فشار بده. یا خدا یعنی یه دید جدید به بازی میده فکر کنم. اتفاقا یعنی نیست دیگه تو بعد دیگه. آره اینا همیشه اونجا بوده؟ بعد دکمه بعدی خداییش دستمون خراب کنه بعد جوجو بکنه. چرا دکمه دیگه نذاشتنش؟ قیب میشه میاد. الان خیلی از کارهایی که نمیتونستیم بکنه و میتونه انجام بدیم بچه ها. این پایین به نظرتون چیزی هست؟ ببینیم چیه. مرگه. چیزی جز مرگ نبود. بیا وای اوه حالا اینو چکارش کنیم؟ چی شو؟ اوه بیبی 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 برو بالا درخته. بریم درخت. خیلی زیباست. حرکت ها زیباست. وای دوباره داره معمای دیگه. بزنیم اینجا چیزی هست؟ نه دیگه چیزی نیست. واقعا قناتی قلعه دیگه مونده که ما رو پرت کنه به سمت بالا. حالا بیا درستش کن. بین. نه اینجوری نه این خودکشیه. زیبا بود این حرکت. بیا پایین.
بیا عقب. بیا پایین. این بازی ساخته شده که مخ شما رو به کنترل خودش در بیاره. یه نوشته داریم. چهار نگهبان آسمانی تاشر، ونانت، ساتیوس و هفت اورنگ مراقب زمین و آسمان هستند. فقط این چهار نفر میتونن سرنوشت جهان رو همونطور که در ستارگان نوشته شده بخونن. اوکی. دیگه من فکر کنم نیاز به زنگوله ندارم در حال حاضر. کار زنگوله داره برام میکنه. یه چیزی بود. چرا صدا دادی خب؟ صدا هم در علکی چرا پس؟ سه همه جو داریم میریم جلو. نامه سوم. مادر، امروز دلم از اشتیاق عمیق حضور آغوش آشنای خانواده به درد اومد. زندگی توی این دژ دشواره و منو به اعماق انزوا توی این اندوخته مقدس کشونده. گرچه با مقام بالایی خطاب میشم، ولی خودم رو در دام ویرانه گرفتار میبینم و زیر بار این احساس که سرنوشت بدی دارم عذاب میکشم. شاید همین که چیزه هستم اون یارو کر شده است. توی هفته‌های اخیر خلق و خوی استاد بهنام دگرگونی غیرمنتظری به خودش گرفته، پس اون نیست. مردی که ماها قبل با اون روبرو شدم الان تحت شعاع سایه‌ای از خود قبلیش قرار گرفته. گمون میکنم که کتاب دانش بی انتها ضربه سنگینی به وجود استاد وارد کرده. به گفته استاد این کتاب ظرفیت جمع‌آوری و انباشت تمام حکمت‌های دنیوی رو در صفحات خودش داره، در حالی که من این تصور رو قدمی به سمت جنون میدونم. اینکه همه حکمت‌ها تو کلمون جمع بشه، اون تسلیم وسواس سیری‌ناپذیر محتوای این کتاب شده. این جذابیت بی حد و حصر اون رو وادار میکنه تا به اقدامات شدیدی متوسل بشه و من رو هم مجبور میکنه در چیزی مشارکت کنم که اون رو یک جستجوی نامقدس میدونم. استاد بهنام نقشه‌ای برای به دام انداختن علما، کاتبان و انسان‌های فاضل از سرزمین‌های دور داره. اون میخواد این افراد رو با وعده روشنگری وسوسه کنه و بهشون بگه که فقط با لمس کتاب میتونن به اسرار اون پی ببرن. این قربانیان بیخبر بهای گزافی که باید بپردازن رو درک نمی‌کنن. دزدی دانش، خرد و حتی خود زندگیشون. استاد بهنام که زمانی چراغ راه روشنفکری بود، حالا آتش سیری‌ناپذیری برای دانش داره و به شبهی صرف از خود سابقش تقلیل پیدا کرده. همونطور که شاهد رنج کسانی که توی دام قدرت موذیانه این کتاب شرور افتادن هستم، وجدانم در برابر بدخواهی بخل استاد می‌ایسته. داشته کتابی درست میکرده که میتونسته علم و دانش آدم ها و حتی جونشون رو جذب کنه. من توی این ماجرا خودم رو میبینم که این نوعه ها رو مینویسم و سعی میکنم تا عذابی رو که درونم میجوشه از بین ببرم. تو این لحظه تو تنها پیوند من با دنیای بیرون و نور من به سمت آرامش هستی مادر. باید راهی پیدا کنم تا جلوی این اتفاق رو بگیرم. نمیتونم اجازه بدم چنین فاجعه‌ای رخ بده. دانش تو خالص‌ترین شکل خودش باید دانش تو خالص‌ترین شکل خودش باید ابزاری باشه برای روشنگری، نه به عنوان قاصد رنج در جهانمون. مادرم، پشیمونی از رها کردن آرامش در تخت جمشید و دنبال کردن این رویای آرمانی تمام افکارم رو به خودش درگیر کرده. شاید ملاحظات پدر حکمتی داشتن. متاسفانه از نامه‌های تو بی بهره موندم. پیغمبرونم کبوترهای نامرسان راه خودشون رو گم کردن و مانع تبادل به موقع نامه‌های من و تو شدن. دعا می‌کنم سریعتر بتونم از طریق نامه با همدیگه هم کلام بشیم. مشتاق حضور و راهنمایی شما، با عشق، مهتاب. آله، یه دونه مستعیز بده کردیم. ای بابا بسته است؟ آله. از کداش بریم؟ از پشت باید بریم. درسته دیگه.
بارو که رفتیم اول درخت رو بزن. بعد درخت رو زدی خب حالا بیا و درستش کن. این منازلت رو چکار کنیم؟ اینجوری از این برنامه بریم شاشا، از اون برنامه بریم. خیلی دیگه گیج کننده است. خب اینجا معما داریم، میکنم همه رو باید بزنیم دیگه، معلومه. خب اینو باید یه عکس ازش بگیریم، چون واقعا نمیدونم باید چیکارش کنم. اگه همش رو باید بزنیم که خب نمیشه، قربون دارم. با این قدرتایی که ما داریم نمیشه، شاید قدرت دیگه بهمون بده بشه. حالا اینو که نتونستیم اونم نمیدونیم، اصلا اینم یه چیز غیر ممکنیه. باید به سمت بالا مثلا بزنیم با سرعت پرد چه بالا، اصلا اینو نمیدونم. مثلا اینو باید. خب اینو زدیم، بعد بعدش چی؟ خب بعدش نمیدونیم چیکار باید بکنیم. اینو اینا باید اش عکس بگیریم، اینو یادمون باشه. بریم از این بر اینجا بودیم دیگه، درسته؟ حالا بریم از این بر. الان دیگه بکنم خواب اینجا کجاست؟ اوه 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 بیا و درستش کن. آه میتونیم برش داریم. اه ببین رمز اون چیز اینجاست، اینا اون پشت هست. ای بر پیداش کردیم. پر با این نیست. خب با این برش داریم چیکار کنم الان؟ آها بعد دنیا رو عوض کنیم. ای بابا این یکی یادم نبود. همینجوری باش بزنگم. دشمن جدید ها. دوتاشون رو با هم بزن. الان نمیدونم باید چیکار کنم. مرد. آره 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 بر بچه ها داشته باشید. کلید زندان، کلید محذب که روی اون نشان اندوخته مقدس حک شده. به نظر میرسه حاله ای تارک از خودش تازه میکنه. خیلی زیبا بود، واقعا هوشمندانه بود. میخوام اونم حلش کنم، اونم الان میتونیم حلش کنیم. ببین ببین الو اگه بخوایم حسابش کنیم اینجوری شد، حساب کرد، قبولش کرد. ایول یه جای خالی خوبه. خب دوباره برگشتیم اینجا، اینم که فهمیدیم راستش. حالا بریم هم الان میتونیم تو زندان سه تا در رو باز کنیم. اینو نمیشه. حالا باز کن. خب الان اینجا کجاست؟ بله رسیدیم به اون بالایی که نمیتونستیم موقع بریم. الان آسانسور که میاد بالا و بریم روش. اینجا مشخص بود. آه حالا اینجا چیه؟ این یه قدرتی ما رو باید به سمت بالا پرت کنه. البته اینجا از اون ور میاد، بنابراین
این از اینجا. ببین کی اینجاست. پدر میتونی منو پیدا کنی؟ صبر کن. آی منو ببینی دوست من؟ ای دوست. هنوز هم مثل سنگی هستی که داری رو آب جهش میکنی؟ میدونم دنیای اطرافم دائما در حال تغییره. خب چه اتفاقی برات افتاده؟ پدرت کجاست؟ اون کنارم بود. نکنه پسرش داریوشه. صدای پدرم رو میشنوم ولی داره محو میشه. کمک داره دوباره میاد سراغم. کمکم کن. چرا این دفعه نمیش پسر جوان؟ اون موقع اسمش وهرام بود. تمرکز کن آروم باش نزار روت مسلط بشه. کمک. فقط یادت باشه این قدرت به تو خدمت میکنه. آیسا اونجا رو چجوری بریم پس؟ اصلا راه نداشت. بله این برم باز شد. حالا دقیقا اونجایی که نمیتونستیم بریم و هم الان جان واه مبارزه با فنون سامورایی نه کشتی ژاپنی اضافه بودم این رکت بعدی یاد ببینم ببین کجا اومدی جونم این مسخره بازی که من نمیفهمیدم بعد چیکار کنیم ببین خب حالا سوال اینجاست اینجا ما چیزی نداشتیم چرا نداشتیم اینا دیگه اینجا ببینیم بالا اینجا چقدر پسر اینجاش گیت شدم خب این چه اینجوری شده ببینیم بالا بسر خوب برو بالا این عقابه قضیه بالاتر هم تونیم بریم؟ نه دیگه خب اینجا که همه رو گشتیم دیگه اینجا یه چیز ستاره شناسی بود ادامهش نمیدونستم باید چیکار کنم کجاشه خب؟ آه دستورات از جانب استادمان شاهزاده قسطان مرده سارگون اونو کشت اون با آناهیتا فرار کرده به اردوگاه استادش پیوست من بدون تو کار خاصی از دستم بر نمیاد ولی ما کنار هم میتونیم پارس رو نجات بدیم سارگون نباید دخالت کنه ما باید سارگون و آناهیتا رو به هر قیمتی که شده متوقف کنیم سارگون اون رو کشت دستورات از جانب استادمان استادت که خب این باز نمیشه اگه بشه خیلی جالبه خیلی جالبه از اون بالا پریدیم پایین خب برگشتیم حالا نامردا آرام نیاز نیست دیگه اینو میگم بعد 10 بار بزن تا یکیش درست در بیاد اینجا چیزیه خب اونجا رو میخوام من برو بالا اینجا احتمالا دختره است نامه دوم
مادر عزیزم، ازت برای وقفه قابل توجه توی مکاتباتمون عذرخواهی میکنم. وظایفم تحت تعلیم استاد بهنام تمام وقتم رو داره میگیره. متاسفانه باید بگم که سفر به خونه در حال حاضر غیر ممکنه. استاد بهنام به علت اهمیت کارمون در اندوخته به رفتنم از اینجا رضایت ندادن. مسئولیتی که بر عهده من گذاشته شده حضور من در کنار ایشون رو ایجاب میکنه. اخیراً یک دگرگونی برای استاد بهنام رخ داده. دگرگونی ناشی از کشف کتابی که توی نامه قبلیم ازش صحبت کردم. اون که همه رازها و علمهای دنیا رو به خودش داره جذب میکنه. متاسفانه ایشون اطلاعات کمی در مورد محتوای این کتاب فاش کرد. به جز اسمش، کتاب دانش بی انتها. باید اعتراف کنم که زمزمه های این اثر ادبی در طول دوره های مکتبی پیشین به گوشم رسیده بود. استاد سابق من قاطعانه از افشای مطالب اون ولی خودداری میکرد. الان پشیمونی روح من رو به خاطر کشف این کتاب عرفانی آزار میده. چیزی که زمانی باور داشتم افسانه‌ای بیش نباشه الان در اختیار ماست. یک اثر ناقص که صفحات خالی اون به هزاران عدد میرسه. استاد بهنام که گرفتار وسواس سیری‌ناپذیر شده، خودش رو تو چنگال قدرت مرموزی که جذابیتش به تمام افکارش نفوذ میکنه گرفتار میبینه. امیدوارم آرامش به پناه خونه ما بیاد. با نهایت عشق، گودرز. اوه، این یک کسی دیگه بوده. شاید گودرز خواهر لیلاست. اون چه بود؟ دختر مهتاب بود. سلام سارگون. خیلی عجیب داره میشه. خرید نقشه. چشم سرگردانه تو به هم قرض بده تا من اطلاعات این منطقه رو بهش اضافه کنم. خب منطقه معبد دانش هم گیرمون اومد. خب خدایش همش رفته بودم دیگه. فقط اون بالایه مونده که نمیتونم برم. این منم یه جای واقعا نمیدونم چجور برم اونجا. و آره خوب من اتام اون از بالا پسر نگاه کن. تو شما نگاه کن اینجا الان مپ وجود داره. هنوز بشین نگاه کن. که گفتم اینا همش مپ اینا. چی ساختن پسر؟ چه کارهای بکنیم؟ سلام سارگون. تو چطوری؟ آها درسته، تو راههای خودتو داری. تو از اولین باری که همدیگر رو دیدیم راه زیادی اومدی. واقعا تمجید بی‌نظیریه. قبل از اینکه شاه داریوش آرشیو مقدس رو در اختیار همه بذاره، این مکان فوق سری بود. مقام محافظش بودن؟ یه جورایی. اولش یه پادشاه حریص پیر مقان اون داخل گیر انداخت. چطور این کارو کرد؟ پس ببین، پیر مقان که میگن یعنی پیر مقها. چه جاله، من اولین بار به این جمله توجه کردم. مق اونا بودن. آن گوش کن، اون یه سری تومار رو با تلسمای نادر دزدید. مغها نمیتونستن بذارن هیچ کس، حتی یک پادشاه، اونا رو داشته باشه. میتونست بخونتشون؟ وای نه، پادشاه پیر احمق. اون از تومارا استفاده کرد تا جذبشون کنه داخل. بعدش اونا رو توی آرشیو گیر انداخت، زندانیشون کرد و مجبورشون کرد براش جادوگری کنن. بعد از اینکه مرد، مغها به عنوان محافظ اینجا موندن و شاه داریوش خیلی بهتر بود. چیزیش حقیقت داره؟ کی میدونه چی افسانه است و چی حقیقت؟ جدی الان گیج کننده صحبت کرد. پیرمرد که گفت کی بود؟ تمام قوانین سرزمین اینجان. خب و قانون پادشاه قانون خداست. ملکه تومیریس هم در طول سالها همین اظهاراتو داشته که شاه خداست. سلام سارگون. یه انسان میتونه اینجا گم بشه. آچه اصرار داری که وسطش بریم؟ از قدم احساس که اینجا یه چیزی باشه ولی نیست. خب من میگم دیگه الان ما کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم. بیایم بریم زندان. این صدا دره که اینجا بودیم تونستیم بازش کنیم و باز کنیم. اینجا هم گذاشتم علامتشو. برو بریم. خب رسیدیم به زندان. درش بازه. خب بریم تو. حالا باز بریم با سرعت. خودشه. برو بره. حالا بخواییم درها رو باز کنیم. آتی کرده بابا. باز چی بینیم؟ او بید. وای. Ah!
اینا دارن کار خراب میکنن. تموم گاب این شب دیوار بچسبان. تموم زیبا. ای برای چی گیر اونو بر الان فکرم چون رو هم پر شد. نه دو تاش تا الان پر شده. پشت زیه الان علت داری علکی صدا میدی واقعا. بریم بالایتری. واسه اینو تو دنیای خودش بزنیمش داغونش کنیم. تموم شد. برشتار نامه چهارم. مادر عزیزم لطفاً با نهایت ملاحظه با این نامه برخورد کن و از محتویاتش به عنوان امانتی مقدس محافظت کن. بذار این راز حتی از پدر بزرگوارم هم پنهان بمونه. من به تو اعتماد دارم مادرم، اعتماد دارم. دیگه نمیتونم لقب استاد رو به بهنام بدم. در عوض الان توی ذهنم شبح وحشتناکی جای استادم رو گرفته. کارهایی که منو به انجامش واداشته، راهی که در پیش گرفتم باعث این حس رو داشته باشم. به دنبال پیگیری بیوقفه علم، فداکاری تسلیم ناپذیر بهنام اون رو در مطالعه غرق کرده به نحوی که رزق و روزی و آرامش رو رها کرده. افسوس که تلفات بسیار دردناک بود و بینایی او از دست رفت. با غنیمت شمردن این لحظه آخرین بقایای شجاعت خودم رو با آمیزه ای از استیصال و امید جمع کردم. با رعایت محرمانه ترین موارد نسخه خطی کتاب نفرین شده رو در اعماق هزار توی کتابخونه مقدسمون پنهان کردم و اطمینان حاصل کردم که دیگه هیچ وقت کشف نشه. برای انجام این کار از پر گرفته شده از سیمرغ افسانه‌ای استفاده کردم که اهمیت کم نظیری داره. به جانم سوگند مادر عزیزم که اون رو ندزدیدم. ندزدیدم دیگه. با این حال میترسم مجازاتی برای استفاده جسورانه من از چنین چیز گرانبهایی در انتظار باشه. با این پر آسمانی تلسپ قدرتمندی رو بر صفحات پایانی کتاب نامقدس هک کردم. این تلسپ به عنوان یک محافظ عمل خواهد کرد و اگر بهنام جرأت کنه حتی یک بار دیگه به اون کتاب نفرین شده دست بزنه نابودش میکنه. بهنام که به یک هیولا تبدیل شده خودش رو گرفتار و محکوم به سرگردانی توی راهروهای اندوخته مقدس میبینه و برای همیشه در دام تلاش سیری ناپذیر برای کسب دانش گرفتار شده. گرفتار موندن مولانا در نفرین بین قلمرو خرد و طرد شدگی. یادآور ترسناکی از وحشت نهفته در درون او. اون کتاب ممنوع است. اگه این سخنان به چشم تو رسید مادر عزیزم، ازت خواهش میکنم راهی برای اعزام کمک به کوه قاف پیدا کن. لطفاً منو از این مکان نست نجات بده. التماست میکنم مادر که بابت تمام گناهانم از رحمتت به من ببخشی. به الینا و پدر محترمونم که دوستش دارم سلام برسون. امیدوارم که روح من رستگار پیدا کنه و ما بار دیگه همدیگر ملاقات کنیم. مهتاب. خب حالا اون پشت از اون خبر هاست. من ندارم چیزی که بخوام بیام اونو بزنم. اینو باز سیوش کنم. باز میگم بعدم بیام. یه دونه دیگه باید اینجا باشه درسته؟ نه بالاتره. Ай.
اینا رو بعد برای خودمون نده چجونه این بابا دارم جونم میزنیم جنگجون گم شده بود یه دونه این یه در دوستای اون یارو سربازه بود فکر کنم نشان افتخار تخت جمشید کوروش از مخالفان سیاسی سلطنت و رهبر گروهی بود که مخالف تومیریس بودن با این حال تومیریس اون رو مجبور کرد تا به جمع نیروهای اردشیر بپیونده تا همیشه اون رو زیر نظر داشته باشن ای وای کوروش شد آدم اردشیر بالا با خودمون تاره خودمون رو خوب نمیدونیم حالا من نمیدونم چیه کسی صدای گریه های منو نمیشنوه فقط منم که باقی موندم صداهای عجیب میاد این شهر تسخیر شده خب بچه ها رفتیم اون ستا در باز کردیم و باساشو هم زدیم دیگه توی قسمت قبل نوشته به چاه شنهای ابدی وارد شد این قسمت دیگه میبندیمش که احتمالا اینجا قرار یه چیزای باز شه و دو تا منطقه جدید باز شه از این برم میدونم یه چیزایی از نیگاه کن از تو نیگاه کن همینجور ادامه پیدا میکنه قرار حسابی سورپرایز میکنه به هر حال مرسی که تماشا کردید اینم یه قسمت زیبای دیگه تا ادامه Prince of Persia که واقعا بازی خوبیه مرسی و خدافظ